مادران و دختران. کتاب اول، عروسی عباس خان، نوشته مهشید امیرشاهی. قسمت 11. پیکر سردار ارشد الدوله 3 روز در میدان توپخانه بر سر دار بود. از عوام و خواص، از شهری و دهاتی، از دور و نزدیک مردم به تماشا می آمدند. زنان چادر و پیچه بر سر و روی و بچه به دست و بغل میدان را جولانگاه کرده بودند. هر 3 روز توپخانه قوقا بود. جمعیت می آمد و می رفت و در هم می لولید و محل خلوت نمی شد. از سحری تا افطار این غلغله به راه بود. آنها که به تفرج از دور دست آمده بودند، دستمال بسته نانی و قاطقی و قمقمه آبی هم با خود آورده بودند تا در حاشیه میدان روزه را بشکنند. هر کس که از کنار جسد رد می شد، کنجکاوی شومش را با ادای جمله‌ای یا خواندن وردی یا حرکت سر و دستی نشان می داد. منور الدوله و شمس السلطنه جلوی سردر شمس الاماره از درشکه پایین آمدند. گردش آن روز را شمس السلطنه پیشنهاد کرده بود تا موضوع خواستگاری عبدالله خان نایب را قبل از مادر با خاله خوانده و نزدیکتر از خاله فیصله بدهد. شمسی از 2 روز قبل به خانه ییلاقی علی اکبر خان به چیزر رفت. در آنجا موضوع را با منور الدوله در میان گذاشت و اشک شوق او را با دادن خبر زناشویی قریب الوقوعش درآورد و از علی اکبر خان وعده گرفت که به دنبال لقب رفیع نظامی برای نایب باشد و حالا سر موعد با خاله منور به میادگاه می‌رفت تا عبدالله خان را ببیند. قبل از ورود شمس السلطنه به چیزر، علی اکبر خان خبر فتح یپرم خان را به منور الدوله داد و گفت عجب جای محسن خالیه، روزی نیست که یادش نکنم. کاش بود و فتوحات مشروطه رو میدید. گرچه هنوز راه درازی در پیشه، هر کس در گوشه ای ساز ناسازگاری کوک کرده. نایب حسین یک طرف، حیدر یک طرف، نمیدونم عاقبت کار چی بشه. ولی مثل اینکه با شکست ارشد و دوله در این جنگ رفع خطر از طرف محمد علی میرزا شده باشه. منور الدوله آهی کشید و نم چشم را برچید و گفت روح شاد محسن خان، خلداشیان باشه انشالله. اما چه زود رفت، رفت و ما رو تنها گذاشت. چه علاقه ای به ارشد الدوله داشت. علی اکبر خان گفت منم داشتم والا، همه داشتیم. خادم به میلیون بود در اول کار، در وطن خواهیش هیچ محل تردید نبود. چه شد؟ محض اختلاف با یکی دو نفر سر 2 کلمه حرف ناحساب در این انجمنها ناگهان به همه چی پشت کرد و به طرف محمد علی میرزا رفت. منور الدوله گفت محض کدورت شما و ارشد، منم ناچار ترک اختر و دوله رو گفتم. خب البته بوج و باد خودشم دخیل بود. و بعد آه دیگری کشید و اضافه کرد کی باشه که همه این دو دستگی ها تموم شو، باز زندگی به قرار و قاعده پیش بره. علی اکبر خان گفت شازده داماد ملیح الزمان که به کلی از اوضاع مایوسه، میخواد بونکن بره فرنگستون. از صحت عمل مصادر امور در گذشته که دل کنده بود، به تون روی های تازه به دوران رسیده هم دل نبسته، معتقده اینا قاشق هر آشن. آخ جات خالی محسن، فقط محسن طغیان شازده رو آروم میکرد. وقتی شمس السلطنه رسید، علی اکبر خان خانمها را تنها گذاشت و از چیزر روانه قلهک شد که از شازده دیداری بکند. خواستگاری نایب از شمسی پس از بازگشتش از ورامین و با مراسله انجام گرفته بود. تصدقت گردم عزیز بهترت جانم، قربان آن چشمانت بروم، مونسم روح و روانم،
نمیدانم به چه زبان عرض کنم شرح مفارقت از آن صنم را. باری اگر جان نثارت را به غلامی قبول کنی به او جبه سلطانی عطا کرده ای، و الا به درویشی و دیوانگی سر به بیابان خواهد گذاشت که آدم دیوانه بحثی نیست بر او. زیاده چه عرض کنم؟ شرح همه احوالات تطفیل و موجب کسالت خاطر آن عزیز می شود. امید است بر قصورات و فتورات این حلقه به گوش قلم عفو بکشید و او را به بندگی درگاه سرفراز فرمایید. جان نثار حقیقی، عبدالله. نایب عبدالله این مکتوب را به خون جگر نوشت. 10 بار نوشت و پاره کرد. زبانش در وصف دلدادگی عاجز بود. آن مستی و سرخوشی را که از دیدن شمس السلطنه احساس میکرد نمیتوانست به هیچ روی بیان کند. نخست نزد میرزایی به مسجد شاه رفت که او حال دلش را به رشته تحریر درآورد. میرزا آنچه را از فن مراسلات میدانست در وسط گذاشت. اگر از احوالات این جانب خواسته باشید به حمدالله عافیت حاصل است و ملالی نیست جز دوری شما که آن هم به یمن باری تعالی برطرف خواهد شد. برای اهل خانه سلام دارم، برای ابوی و اخوی و والده سلام دارم. برای نایب عبدالله نامه را از دست میرزا بیرون کشید و گفت ای والله حاجی، قلم تو که از زبون منم قاصرتره. من از عشق میگم، تو از هوا میگی. سگ کجا، خانه کجا؟ میرزا تند شد و گفت خط داری نایب، خودت جور بکش. من که اینجا دکان هرزگی وا نکردم. مردم معقولات میخوان، منم معقولات مینویسم. اجرت منو بده، سایت رو کم کن. عبدالله خان نوشته میرزا را پاره کرد و گفت اجرت چی؟ بابت این حرفای ستویقات اجرت میخوای؟ برو عمو، اجرت خبری نیست. با نقزان نقزی، با گوزان گوزی. میرزا نیمخیز شد و گفت ای حروم لقمه، با من گردن کلفتی میکنی؟ لوتی بازی در میاری؟ لنترانی میخونی؟ اون عروسی سر نگیره که تلیهش اینه. نایب عبدالله به طرف میرزا برگشت و گفت بیا این مزده، نفرین تو پس بگیر که من گرفتارم. عبدالله خان از کمک میرزا که نومید شد به عباس خان که به عاشق پیشگی شهرت داشت پناه برد و بیان که معشوق را لو بدهد گفت میخوام یه رقعه بنویسم عباس خان، پر از سوز و گداز، چه کنم؟ عباس خان گفت سید بیاس بنویس، بنویس غزل باشه، غزل باشه. نایب عبدالله پرسید غزل از کی؟ عباس خان گفت از هر کی، تفاوت نداره. سبم بایست بیای باغ، سید سویوسات و علم کرده، کبابم بیاهه. نایب دست از پادرازتر برگشت و مکتوب را خودش نوشت و سخن شاعرانه چشم پوشید. با این حال صورت این کلمات از غزل عاشقانه هیچ کم نداشت. وقتی شمس السلطنه نامه را خواند، همان ترنم و همان تمنا و همان شوریدگی را در آن یافت که گویی خوانده است بیا بیا که شدم در غم تو سودایی، درا درا که به جان آمدم ز تنهایی. عجب عجب که برون آمدی به پرسش من، ببین ببین که چه بی طاقتم ز شیدایی. بده بده که چه آورده‌ای به تحفه مرا، بنه بنه بنشین تا دمی بیاسایی. مرو مرو چه سبب زود زود میبری، بگو بگو که چرا دیر دیر میایی. نفس نفس زدم ناله ها ز فرقت تو، زمان زمان شدم بی رخ تو سودایی. مجو مجو پس از این زینهار راه جفا، مکن مکن که کشد کار ما به رسوایی. برو برو که چه کج می روی به شیوه گری، بیا بیا که چه خوش می چمی به رعنایی. آنقدر نامه را خواند تا کلمه به کلمه اش را از بر شد. همان روز بر کاغذی با خط خوش نوشت
روز یک شنبه 16 شهر رمضان 4 بعد از دسته تشریف داشته باشید برای مذاکرات در حضور سرکار علیه عالیه خانم منور الدوله شمسی و یادداشت را توسط زهرا سلطان به دست نایب عبدالله رساند. عبدالله خان وقتی خط شمس السلطنه را خواند با شادی و سبکبالی میزدگان به زهرا سلطان گفت: زهرا سلطان، به این قبله که تو لیاقت ترفیع داری، بعد از این تو زهرا یاوری نه زهرا سلطان. زهرا سلطان بی آنکه فرق میان سلطان و یاور را بداند در حق نایب عبدالله دعا را به کمال رساند: الهی از زندگی خیر ببینی عبدالله خان، الهی داغ عزیز نبینی، الهی عاقبت به خیر بشی، الهی درد و بلا ازت دور باشه، الهی زنده باشم تو عروسیت خدمت کنم خان نایب. عبدالله خان یک 5000 مشتلق کف دست زهرا سلطان گذاشت و زهرا سلطان سناخانان سکه را در گوشه چارقدش گره زد و راه افتاد. صبح روز قرار نایب عبدالله با اینکه میدانست شمس السلطنه را نخواهد دید، بیقرار به خانه منزه و سلطنه رفت و امیرخان را به گردش با خود برد تا بوی گل را از گلاب بشنود. این دو بعد از پایین و بالا رفتن در لاله‌زار به محله پارک عطابک رفتند و نهار را در هتل پارک خوردند و در اتاق قمار هتل 5 دستی تخت نرد بازی کردند و قدم زنان و خرامان به طرف میلاسیا راه افتادند. امیرخان قبل از نایب عبدالله خواهرش و منور و دوله را دید و با خاله منورش دست به گردن شد و جواب قربان صدقه های او را با لبخندی کج و موج و خام دستی های کودکانه داد که همش برای منور و دوله عزیز بود. بعد از رد و بدل تعارفات و تکلفات بین بزرگترها، صحبت های جدی به میان آمد. نایب عبدالله در کنار منور و دوله به راه افتاد، سینه را صاف کرد و خطاب به او با صدای بی پست و بلند و کلماتی سربازی و گزارشی از وضع مالی و امکانات زندگی، از زنی که خداوند از او گرفته است و پسری که به او عطا کرده است، از ترفیعی که مقرر شده است بگیرد، از علاقهی که به شمس السلطنه دارد و از آیندهی که دار و ندار و هست و نیستش به اراده او خواهد بود سخن گفت. شمس السلطنه از پشت سر می آمد و امیرخان جلو افتاده بود و همگی به طرف ازدحام در میدان توپخانه می رفتند. منور و دوله گوش می داد و به تناسب گاه آه می کشید، گاه اظهار همدردی می کرد، گاه با گفتن خدا رحمتش کنه یا قدمش مبارک یا هنوز اول زندگی راه ترقی بازه یا انشالله به مبارکی و میمنت نایب را به صحبت ترغیب می کرد. تا بالاخره حرفهای عبدالله به پایان رسید و منور و دوله پا را سست کرد و ایستاد و گفت: نایب عبدالله، شمسی حکم خواهرزاده منو داره و حکم برادرزاده علی اکبر خانو. ما اگه اونو به دست شما بسپریم، تأمین سعادتش رو از شما انتظار داریم. این دختر یادگار محسن خانه، این دختر ناز پرورده است، مبادا گزندی بهش برسه عبدالله خان. نایب گفت: من در خدمتش کمر بستم. منور الدوله نگاهی به طرف شمس السلطنه انداخت و گفت: راضی کردن منزه و سلطنه با من، مقدمات که چیده شد انشاءالله عروسی رو راه میندازی. اما شما هر دوتا حالا عزاداری، هم عیال شما فوت شده، هم محسن خان نازنین از دست رفته. در اینجا باز نیم نگاهی به شمسی که کم کم شانه به شانش ایستاده بود کرد و با دیدن حالات او اضافه کرد: بهتر عقد بی سر و صدایی بگیریم تا انشاءالله بعد جشن و خودم براتون میگیرم. و یک دست شمس السلطنه و یک دست عبدالله خان را در دست گرفت و چشمانش از رأفت و عطوفت نم زد. امیرخان دوان دوان به طرف این 3 نفر آمد و چشمان گشاد ترس خوردهش را به صورت منور و دوله دوخت و گفت: خاله منور، یه نش اونجا تو میدونه سر تناب داره میچرخه. منور و دوله
دستهای شمسی و عبدالله را رها کرد و هر دو دست را روی شانه های امیر گذاشت و پرسید: نشه کی امیر جان؟ خدا بکشه منو، چرا به این حال افتادی؟ این بچه رو از اینجا ببری، اینجا چه خبره؟ بمیرم برا چته؟ و امیر خان را در پناه چادرش گرفت. نایب عبدالله گردن کشید و ازدهام و تناب و چوبه و جسد را برای بار اول دید و او هم پرسید: نشه کی سره داره؟ زنی که دست بچه کوچکش را گرفته بود و او را کشان کشان می برد گفت: در را بیا ذلیل مرده، الان میارنش پایین، ما هنوز هیچی ندیدیم، به جنور پریده. بازاری فربه و کوتاه قدی که جلوی زن و بچه می رفت رو گرداند و گفت: دیروز من صلات ظهر رسیدم که داشتن یخ تو شکمش می ریختن که بوی عفونت نگیره. نایب عبدالله به صدای رسا از مرد پرسید: از کی حرف میزنی حاج آقا؟ ملایی که دامن عبا را با یک دست ورچیده بود و با دست دیگر تسبیحی را در هوا می برد و به سمت میانه میدان روان بود جواب داد: از ارشد کافر که به مکافات اعمالش رسید. بیا جلو به تماشا مومن، بیا بیا که عیالجاتش از زرگنده رسیدن، میخوان نش منحوس اون ملعون رو تحویل بگیرن. ناگهان خون نایب به جوش آمد و سیبیلهایش لرزید و با یک قدم بلند جلوی ملا سر در آورد و راه را بر او سد کرد و سر را پایین آورد و گفت: به اندازه دهنت حرف بزن آخوند، اگه ارشد به تو میگفت 3-5 شایی 15 شایی غالب تویی میکردی. تو رو چه به این غلط ها؟ تو برو برای اون سالار، برای اون سردار فاتحه بخون. رچو! ملا هراس خورده نیم قدم به عقب برداشت و دامن عبا را نیمه به طرف سر برد و گفت: یا ایوه الناس، این زندیق برای من شوشکه کشیده. یا ایوه الناس، این از خدا بی خبر با من مرد خدا در افتاده. اسلامتون کو؟ مسلمونی کجاست؟ ایوه الناس! ناگهان سکوتی بر میدان توپخانه افتاد و آخرین آوای فریاد ملا را در خود بلعید و همه سرها به طرف کالسکه‌ای برگشت که زنی بلند بالا و باریک اندام و سراپا اندوده در سیاهی شنگرفی چادر و روبنده از آن پیاده شد و در کنار کالسکه ایستاد و سر و دو دست را رو به آسمان بلند کرد. صدای ناله چرخ‌های گاری دوچرخه‌ای در هوا برخاست که به طرف دار و جسد می رفت. دو نفر تناب را بریدند و پیکر خشک شده و گلول داغ ارشد و دوله را پایین آوردند و بر گاری گذاشتند. منور و دوله که از آب دیده صورتش خیس بود سر امیر خان را بر سینهش گرفت تا سکسکه‌های او را که از گریه بی صدا آرز شده بود بخواباند و گفت: بیا بیا بریم امیر جان، بیا. اختر و دوله است که به عزای شوهر اومده، خدا هیچ عزیزی رو ذلیل نکنه، هیچ غروری رو اینطور نشکنه. بیا بریم، بیا بریم زیر بالش رو بگیریم، بیا بریم پسر. موسیقی